بچه یه سری چیزمیز گرفتم که با هم دیگه تست کنیم و ببینیم اینا چیان دیگه. یک چنین چیزی داریم که یه پاندا داره بامبو میخوره، به نظر خوشمزه میاد. چیپس داریم با طعم جلبک و این بار واقعا چیپسه، مثلا جلبک نیست، واقعا چیپسه. اسنک میگو داریم بچه ها، نمیدونم میگو کجاش استفاده شده، ولی به نظرش باحال میاد. میدونی شفاف داریم که به موی فرشته معروفه، اینم قراره با هم تست بکنیم. از این سیتی استیکا داریم که صرفا چون دوزشون دارم خریدم، ولی این بار یه مدل دیگه شه، یادم یه بار یه مدل دیگه شو تست کرده بودیم، این جدیده. بابل تی هم داریم که چون هوا خیلی گرمه، واقعا یه بابل تی میتونه منو خیلی خوشحال بکنه. البته میخوام یکم فرمولاسیونش رو این بار عوض بکنم، همیشه شیر اضافه میکردیم، این بار میخوام بهش یه آب میوه اضافه کنم، ببینیم چه شکلی در میاد. خلاصه من باید پس این و این بابل تی رو آماده بکنم. اما بیاید که ببینیم اینا باید چجوری پخت. طبق چیزی که گفته، اول باید آبی که داخل خود بسته رو بریزیم دور، بعد برای 2 تا 3 دقیقه توی آب در حال جوش بذاریم که جوش بیاد، بعد دوباره آب اضافه رو بندازیم بیرون و توی یه مایتابه‌ای که نمیچسبه برای 3 تا 5 دقیقه همش بزنیم تا اینکه یکم لاغرتر بشه و در نهایت هم توی یه سس خوشمزه مفرودش کنید و بخورید. من سس خاصی ندارم که بهش اضافه کنم و کاملا قرار خود خامش رو تست بکنیم. امیدوارم که خوشمزه باشه. بابل تی هم که بچه‌ها خیلی راحته. اول باید 5 لیوان آب بذاریم جوش بیاد، بعد بابل تی رو بهش اضافه کنیم، 2 قاشق شکر هم بهش اضافه کنیم. هر چند دقیقه همش بزنیم که نچسبه. بعد از 45 دقیقه بابل تی آماده است. آب کشش می‌کنیم، آب سرد روش می‌گیریم، می‌ریزیم توی لیوان با هر چیزی که دوست داریم قاطیش می‌کنیم و نوش جان. خب من میرم اینا رو میپزم، چون پختنش 45 دقیقه قرار زمانمو بگیره، وقت شما هم گرفته نشه. 45 دقیقه دیگه به زمان من و 1 ثانیه دیگه به زمان شما میبینمتون. 45 دقیقه من تموم شد، 0.01 ثانیه شما هم تموم شد. بچه هم من این نودله رو پختم و ببینی چقدر سفیده؟ خیلی باحال و خوشگله. بعد توی توضیحاتش نوشته که کالری نداره، کربوهیدرات نداره، تازه کلسیوم و آهن هم داره. بابل تیامون هم اینجا پختم و حرارتش هنوز هست. میخوام این بابل تی ها رو با این آب میوه هلو قاطی بکنم و خودش هم یه سیروپی داشت که من نمیدونم واقعا ترکیب اینا قراره چه چیزی بشه، ولی امیدوارم که خوشمزه بشه. در این بین من یه سری از این سسایی که از نودلای قبلی به دست می آوردیم و نگه داشتم، چون دور انداختنشون یکم برای من خسیسانه بود و واقعا فکر نمی‌کردم امروز به درد بخورن، اما مثل اینکه امروز قراره به درد بخورن. خب اول بیاید این نوشیدنیمون رو درست بکنیم. هلو رو ابتدا بهش اضافه می‌کنیم، آب هلو رو، به این صورت. همونطور که می‌بینید هلو بهش اضافه شد. خب فکر می‌کنم کافیه، امیدوارم که بدمزه نشه. اول یه دور با این هلو قبل این سیروپ تستش بکنیم. باحاله. فکر می‌کنم از ترکیبش با شیر بیشتر دوستش داشتم. حالا سیروپمون رو اضافه کنیم. تو رو خدا بدمزه نشو. اینم از این. میکس 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 و جهنمی که ساختیم. آقا بذارید من یه تستش رو کنم دوباره. عجیب ترین مزه جهانه. خواهی سیروپ رو اضافه نمی کردم. ولی بازم باحاله بچه ها. خیلی جالب بود. این بابل تی رو کلا دوست دارم و امتیازشون هم به نظر همیشه بالاه. اما بریم سراغ این نودل فرشتمون، موی فرشتمون، که به نظر من موی فرشته خیلی اسم ترسناکیه. آدم به فکر میکنه که فرشتهای بدبخت و زدی کچل کردی برای این نودل. حالا بیایید تستش بکنیم. بوش که خیلی بوی معمولیه. بچه ها مزه فالوده میده، جدی میگم مزه فالوده غیر شیرین میده. باشه انگار داری فالوده میخوری ولی شیرین نیست. به نظر من چیزو خوشمزه یه دروغ. چرا من بدون سس دارم میخورمش؟ بذار یکم سس هم بهش از این جهنمی ها اضافه کنیم، ببینیم چی در میاد. چقدر رنگ پذیری این نودلا باحاله. سری رنگو به خودش جذب کرد. احساس میکنم اشتباه کردم، نباید بهش سس میزدم. بیاید ببینیم با سس چی میشه. خیلی تنده بچه، من نیا رو برعکس گذاشته بودم، خیلی تند بود. من فقط یه ذره از اون سس ریختم و تو دهنم کارتیه، کارتیه فلفل. معدم سوراخ شد بچه، جدی میگم اشتباه محضه که اینو تند بخورید. وای خدایا، سک سکم گره. نه
بچه انقدر که تون بود من یه چند دقیقه از ویدیو رو کلن آف شدم رفتم. وای هنوز لبام داره میسوزه. خدایا این کره یا چقدر تندیشون خوبه، چقدر خوب میتونن تحمل کنن. وای بچه به این دلم میخوام 10 از 10 بدم، خیلی خوب بود و احساس تند بهش نزنید هیچ وقت. وای 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 قشنگ 10 کیلو فکر کنم آب خوردم تا این تند تا این تندیه بره. اینم حتی تمام کردم و دوباره پرش کردم، اما بازم دارم میسوزم. این سراغ یه پرکی دیگه، خیلی میترسم تند باشه، به خاطر همین بیایید با این برادر پاندا شروع بکنیم، ادامه بدیم. یعنی او بچه اینجا رو چقدر توش زیاده، یه خیلی خوراکی بیسکویتی مانندیه که انگار کوکوی هم هست. خوشمزه است. اسمش بامباکه، بامبوک دیگه، چنین چیزایی. خوشمزه است. نمیشه ترکیبش چیه چون خیلی خوشمزه است. بعد اون تندیه واقعا به این نیاز داشتم، خیلی خوشمزه است. بچه ها اگه چیزه کوکوی دوست دارید اینم دوست خواهید داشت. 10 از 10. مرسی. چی بود اون تندی؟ تاختی مزای خوب هست چرا تندی؟ واقعا خوب بود. بریم سراغ چیپس جلبکمون از برند لیز. من شنیدم این برند توی خارج برای چیپس ها خیلی معروفه و خیلی ها دوستش دارن. میگم که من هم دوستش داشته باشم. خب دوش که کاملا بوی جلبک، بچه ها بوی جلبک صد میده. ظاهرش هم روش خورده جلبک هایی هست، مثل اینکه کاملا مزه جلبک میده. من به نظرم جالبه و میخوام بهش امتیاز 7 از 10 بدم به ایشون. من کلا مزه جلبک رو دوست دارم بچه ها. اگر نمیدونید جلبک چه مزه میده، مزه ماهی میده. مزه غذای دریایی میده دیگه. 7 از 10 خوب بود. بریم سراغ میگو هامون که اسنک میگو داریم اینجا. بریم ببینیم این برادر چه طعمی میده. ظاهرش به این صورته و مثل حالت چوبشور تور ساختنش دیگه بچه ها، انگار که مثلا یه سری چوبشور رو اینه. احساس میکنم با اون قبلی که طعم مرغ یا خروس بود زیاد فرقی نداره، انگار همونه. یه اسنک شیرین و شور توریه، یه چیز بین این دوتاست. برکیس خوبه. نمیدونم دفعه پیش چند دادم، ولی 6 از 10 میخوام بهش بدم این بار. بطری آبم که این مطیه خواهد برو بیرون. انقدر که تون بود خب مجبور بودم گلون گلون آب بخورم. بریم سراغ آخرین خوراکیمون که سیسی استیک داشتیم بچه ها. این سیسی استیکه نوشته حاوی تتوه، ظاهرش یه فیل کوچولویی داره، چیز خیلی خاصی نیست. و ببینیم این برچسبه کجاشه الان. حقیقتا من برچسبی نمیبینم. یه فعلا سیسی هاش رو امتحان بکنیم که 1، 2، و 3 تا رنگ داره. با یه دونه از این بنفشا شروع میکنیم. سیسی بچه خیلی باله، اینجوری میذاری تو دهنت و میکشی. به همین سادگی خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. و اینه که ارزون تر از اونه کیا بود فکر کنم، از اون که دفعه پیش گرفته بودیم، ولی هم اوقات خوشمزه است. 10 از 10 خیلی خوشمزه است بچه ها. حجیب اینا رو بیخیال، این برچسبش یعنی این تتوش کجاشه؟ مثلا میشه من اینو باز بکنم و به یه برچسبی برسم. مثلا این برچسبش نیست احیانا. او چرا بچه اینجوری لایش کنده میشه، مثل اینکه اینا بچه میشه اینو اینجوری بکنی و از این قسمتش به عنوان یک برچسب استفاده بکنی، مثلا به این صورت. منتها چون خیلی برچسب زشتیه من نمیخوامش. و این بود از ویدیوی امروز بچه ها و خوراکه عجب غریبی که مثل همیشه تست کردیم. حتی سیسی استیک تکراری بود، بابلتی تکراری بود، ولی بقیه چیزا کاملا جدید بود. نظرتون در مورد این ویدیو و خوراکی هم بنویسید. راستی بچه ها من یه سری قارچ خوش خریدم که یه سوسی هم داره، خب نمیدونم چجوری باید پختش. اگه شما میدونید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خلاصه این بود از ویدیوی امروز، کامنت هایی که این سری انتخاب کردم. و تا یه ویدیوی دیگه لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. خدا نگهدار.